حرکات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و خرم‌آباد. تجمع‌های اعتراضی در تهران، نائین، رودبار و دشت آزادگان. اعدام جنایتکارانه دو زندانی در زاهدان. دانشجویان دانشگاه تهران روز شنبه 20 اردیبهشت در جلسه‌ای که عوامل رژیم در دانشکده فنی این دانشگاه برگزار کرده بودند، شعارهای ضد حکومتی سر داده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. دانشجویان همچنین سرود یار دبستانی خواندند و مزدوران بسیجی را هو کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد کمالوند در خرم‌آباد روز شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به گرانی کرایه خودرو خط میدان شقایق به دانشگاه تجمع کردند. کامیونداران در شهر نائین اصفهان در اعتراض به افزایش قیمت سوخت از 5 روز پیش دست به اعتصاب زده اند که تاکنون ادامه دارد. جمعی از کارگران و کارمندان بازنشسته صنایع فولاد سنگرود در رودبار روز شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل کانون بازنشستگی این شهر تجمع کردند. دستفروشان محروم دشت آزادگان روز شنبه 20 اردیبهشت در بازار این شهر به مأموران رژیم آخوندی که مانع کسب و کارشان می شدند اعتراض کردند. مردم حاضر در صحنه که شاهد این اعتراض بودند نیز به کمک دستفروشان آمدند. جمعی از کارکنان شرکت عدسازی فاطیما در تهران به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. زندانی سیاسی علی موعظی پدر 2 مجاهد اشرفی که در اعتراض به یورش وحشیانه دشخیمان به بند 350 اوین دست به اعتصاب قضا زده بود به سلول انفرادی منتقل شد. دشخیمان اطلاعات آخوندی در کینه کشی آشکار از این زندانی سیاسی که از شرکت در دادگاه ارتجاع خودداری می کند قصد پرونده سازی جدید علیه وی را دارند. زندانی سیاسی علی موعظی اعلام کرده بود در بیدادگاه‌های رژیم آخوندی شرکت نمی‌کند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. رژیم ضد بشری روز شنبه 20 اردیبهشت 2 زندانی را در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. این 2 زندانی 35 ساله و 33 ساله بودند و بیش از 4 سال در زندان زاهدان محبوس بودند.